اعیاد گذشته و آینده عید سعید قربان اگر واقعا با یک رویکرد منطقی کشورهای پنج به علاوه یک در مذاکرات شرکت بکنن مسئله به سرعت قابل حله کافیه که اونها حقوق هسته‌ای ما و حق داشتن چرخه سوخت برای اهداف صلح‌آمیز رو به صورت کامل به رسمیت بشناسن فکر میکنم مشکل اصلی حل خواهد شد دولت عراق هم نسبت به این ادعاها باید با هوشیاری برخورد بکنه و اجازه ندن که سیاست‌های این کشورها تأثیری بگذاره در حاکمیت ملی عراق یکی دو نمونه‌ای هم که تا الان مورد بازرسی قرار دادن هواپیما رو مشاهده کردن که این ادعا کذبه و فکر می‌کنیم دولت عراق باید نسبت به این مسئله با ایستادگی در مقابل فشارها اجازه ندن تا این گونه اقدامات در آینده تکرار بشه. سخنگوی کاخ سفید از مذاکره دو طرفه با ایران استقبال کرده. هر دولتی روی کار بیاد و حقوق ملت‌ها رو محترم بشمره، دست از خصومت و دشمنی برداره، نسبت به اشتباهات گذشته اظهار ندامت بکنه، میتونه به تدریج این خاطره تلخ ملت ما رو از اذهان پاک بکنه. فرقی نمیکنه که چه جریانی و چه کسی روی کار بیاد. اسلامی ایران می‌خواستم اینم به طور صریح و شفاف در پس ما فکر میکنیم وقتی مسئله فنی و حقوقیش کاملا روشنه، بحثایی که مطرح میشه کاملا جنبه سیاسی داره و یک بهانه‌ای برای فشار آوردن به ملت ماست و شما مطمئن باشید که اگر بحث هسته‌ای ما با برخی از این کشورهای غربی مدعی حل بشه بلافاصله بهانه دیگه‌ای رو برای دشمنی با ملتمون در دستور کار خواهند داشت. مطالبی که مطرح است. فعلا